سلام و شب شما بخیر. به برنامه بازار از تلو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. آغاز دور دوم توزیع سندهای ملکیت در هرات. دور دوم توزیع سندهای ملکیت برای ساحات غیر رسمی شهری از سوی وزارت شهرسازی و آرایشی در شهر هرات آغاز شده است. که ما میخواییم یک اساس حقوقی برشان جور بکنیم، یک نوع مسئولیت برای مردم افغانستان جور کنیم. این کاملا یک پروژه تاریخی است. ایجاد شبه ملی تادیات برقی در کشور. بانک مرکزی افغانستان به هدف توسعه دادوستدهای برقی شبه ملی تادیات برقی را در کشور ایجاد کرده است. تلاش برای جلب سرمایه گذاری کنسرسیوم هندی. وزارت معدن و پترولیم از تلاش برای جذب سرمایه گذاری کنسرسیوم هندی در روند استخراج معدن آهن آجیگک خبر می دهد. هندوستان یو کمپنی یا کنسرسیوم گتون که او لدوی سر خبری و کترسو پا افغانستان که دوی راشی و اغا برخه که چه دوی حاضر شی چه سرمایه گذاری و که و کمک حکومت ونزوئلا برای باشندگان بخش‌های مرزی این کشور. این کمک‌ها در حال به این مردمان توزیع می‌شوند که کمک‌های ایالات متحده در مرز کولومبیا و ونزوئلا متوقف ماندند و ارتش این کشور اجازه ورود آنها را نمی‌دهد. در این برنامه تا یک ساعت دیگر بعد تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان می‌پردازیم. دور دوم توزیع سندهای ملکیت برای ساحات غیر رسمی شهری از سوی وزارت شهرسازی و آرایشی در شهر هرات آغاز شده است. قرار است که در این دور بیش از 200 سند توزیع شود. مسئولان وزارت شهرسازی و آرایشی میگن که تاکنون برای بیش از 500 هزار خانه در 8 شهر کشور سندهای ملکیت توزیع کردند و این روند در تمامی شهرهای کشور عملی خواهد شد. مقامهای محلی در هرات میگن که توزیع سندهای ملکیت برای ساحات غیر رسمی شهری به توسعه شهری و معیاری شدن زندگی شهری کمک میکند. وزارت شهرسازی و آرایشی کشور دومین دور توزیع سند ملکیت ساحات غیر رسمی شهری را در شهر هرات آغاز کرده است. در این دور برای 200 خانه در شهر هرات سند ملکیت داده می شود. در کنار توزیع سند به ملکیت های غیر رسمی، وزارت شهرسازی و آرایشی تصمیم دارد تا مکان های تفریحی و ورزشی را هم در شهر هرات بسازد. ما میخواییم یک اساس حقوقی برشان جور بکنیم، یک نوع مسئولیت برای مردم افغانستان جور کنیم. این کاملا یک پروژه تاریخی است و تنها ما تا 8 شهر شروع کنیم که ایراد یکیش است و انشالله که ما ایره به کل شهرهای افغانستان مو خانه هایی که در داخل ماستپلان جور شده به سرنوشت است سرنوشتان تعیین میکنیم. توزیع سند ملکیت به خانه ها در شهر هرات در کنار مسئولیت این خانه ها در انکشاف شهری و معیاری شدن زندگی شهرنشینی هم مهم پنداشته می شود. بالا کردن و اسناد دادن سرزی کار کردن و فعلا مو دو اداره با هم یک جای شده و من مطمئن استم با توزیع قباله ها نظم شهری و احساس ملکیت مردم جاتر میشه. شماری از باشندگان هرات که سند ملکیت از سوی حکومت دریافت کردند میگویند که با به دست آوردن این سندها بر زمین هایشان احساس مالکیت میکنند. با گفته آنان پیش از این سندهای عرفی در اختیار داشتند و با مشکلات جدی روبرو بودند. قبلا برای اسناد که جایی می رفته این فرض مثالی از آدم پرسان می شد که تو اسناد داری، قباله شرعی داری، نداری، آیا این ملک میراثی است، آیا این ملک دولتی است، این رایشی است، این رسمی است یا غیر رسمی. ولی وقتی که با این اسناد دست داشته ما به هر اداره که ما مراجعه کنیم انشالله به کدام مشکلی نمیخوریم. نشان دهنده قانونمند شدن افغانستان نشان میده، قانونمند شدن دولت ما و این باعث خوشحالی ماست. خب سند از سند ملکیت سند رسمیه و این واقعا جای افتخاره برای ما. در آغاز سال روان نیز بیش از 800 سند ملکیت به خانه هایی که در ساحات غیر رسمی شهر هرات موقعیت دارند از سوی رئیس جمهور توزیع شد. وزارت شهرسازی و آرایشی در 8 شهر کشور برای بیش از 500 هزار خانه سند ملکیت توزیع کرده است. این وزارت تصمیم دارد تا این برنامه را در تمام شهرهای کشور عملی سازد. توزیع سند ملکیت به خانه های شهری در زمینه جلوگیری از غصب
و مسئول شدن خانه ها کمک می کند. برای بحث بیشتر در این مورد آقای حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی از هرات روی خط اسکایپ با ما وصل هستند. آقای ناصری سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه. میشه که جزئیات بیشتر در مورد دور دوم توزیع سندهای ملکیت به ساحات غیر رسمی از شما داشته باشیم که با این کار چقدر میشه در بخش توسعه شهرها و همچنان مسئولیت شهرها کمک بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر، سلام خدمت شما و خدمت بیننده های محترمتان. قسمی که شما در جریان قرار دارید، برنامه ثبت ساعات غیر رسمی شهری یک از برنامه های مهم وزارت شهرسازی و اراضی و یک از برنامه های دارای اولویت حکومت جمهوری اسلامی افغانستان است و این برنامه عملا در 8 شهر بزرگ کشور عملا در حال تطبیق است. ما خوشبختانه دور دوم روند توزیع سند ملکیت امروز در شهر هرات آغاز کردیم که با برای 200 خانه البته ما سند ملکیت توزیع کردیم که در اینجا شما خودتان شاهد بودین که حضور گرم از اعلی شریف خود هرات در این مجلس شرکت داشتن، والی صاحب و بالاخره از طریق وزیر صاحب وزارت شهرسازی و اراضی اسناد ملکیت توزیع شد. هدف اساسی برنامه ثبت ساعات غیر رسمی شهری تامین مسئولیت ملکیت همشهریان که در ساحات غیر رسمی و غیر پلانی زندگی میکنند و همچنان فراهم ساختن خدمات یکسان شهری است. ما تلاش داریم تا با توزیع سند ملکیت زمینه را برای تطبیق برنامه های بهسازی و احیای مجدد در ساحات غیر رسمی و غیر پلانی آغاز بکنیم تا بالاخره ساحاتی که فعلا با مشکلات زیاد اینا روبرو هستن، هم از لحاظ داشتن سند ملکیت، هم از داشتن مسئول بودن خانه ها و همچنان خدمات شهری که برای زنان میرسه، ما تلاش داریم که ساحات با بهترین ساحات تبدیل شود. بالاخره هموطنان ما که در ساحات زیست دارن خاطر جمعی در ساحات زیست بکنن و فرصت ها برای تطبیق برنامه های خوبتر و جذب سرمایه‌گذاری مساعد شود. بله آقای ناصری، همین که شما سند ملکیت به باشندگان هرات توزیع میکنین در کنار شهرهای دیگر، کدام نوع خدمات قرار است که پس از این به این باشندگان باید ارائه شود؟ توزیع سند ملکیت در واقع به هدف تامین مسئولیت ملکیت است. ما تلاش کردیم تا از یک طرف زیست هموطنان ما در ساعاتی که هستن را قانونی بسازیم و اونا با خاطر جمعی البته در محلات خود زندگی بکنن و این خودش یک روزنه هست برای اینکه نهادهای زیرت که در سکتور شهری کار میکنن مشخصا در قسمت تطبیق پروژه های مشخص که سهولت های لازمه که به این ساحات نیاز است و خدماتی که نیاز است از طریق نهاد زیربطی خدمات برای ساحات فراهم شود تا زندگی مرفه برای همشهری هم مساعد شود. آقای ناصری، این دور توزیع سندهای ملکیت در چند دور قرار است که تنها در هرات رو اندازی شوه و شما با چقدر از خانواده ها قرار است که این بار 200 خانواده را شما سند ملکیت دادین، دو دور بعدی چقدر از خانواده ها سند ملکیت هم میتونن که دریافت بکنن؟ ما در مجموع از جمع 15 ناحیه که در شهر هرات است 10 ناحیه را برای فعلا تحت پوشش برنامه آورده و قرار است 5 ناحیه دیگه هم تحت پوشش برنامه آورده شود. در جریان یک سال ما خوشبختانه تانستیم 64,000 خانه را ثبت سروی بکنیم و اینا را ثبت سیستم بکنیم و در مرحله دو مرحله که گذشت، ابتدا در جلالت مآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان البته سند ملکیت توزیع شد و بار دوم وزیر سیاست وزارت شهرسازی و اراضی در حضور والی صاحب سند ملکیت توزیع کرد و ما فعلا روی توزیع سند ملکیت در دور بعدی برای 1300 خانه دیگه هم کار آغاز کردیم. تلاش ما بمی است که تمام خانه هایی که سروی شده بعد از اینکه پروسه تشخیص مستحقین و بالاخره تثبیت ملکیت ها تکمیل بشه ما برای سند ملکیت توزیع کنیم. بله آقای ناصری، شما گفتین که در 8 شهر دیگر افغانستان نیز قرار است که این برنامه عملی شود، در حال عملی شدن هم هست. در این شهرها چقدر خانواده هایی هستند که در ساعات غیر رسمی زندگی میکنند قرار است سند ملکیت برشان داده شود به ویژه کابل؟ مجموعاً در 8 شهر که ما برنامه را تطبیق میکنیم، البته شهرها شهر کابل، مزار شریف، جلال آباد، هرات، فرا، نیلی، قندهار و بامیان است. هر شهر 8 شهری است که البته ما در قسمت فعالیت خود آغاز کردیم. اساساً یافته های ما نشان میده که 70 تا 80 درصد باشندگان که در شهر ها زندگی میکنند البته اینا را یا سند ملکیت. بله آقای ناصری، صدای ما را دارین؟ صدای شما را مدارم. شما صدای ما را میشنوید؟ بله، میشه که شما جزئیات بیشتر را ارائه بکنین به اینکه در دیگر شهرهای افغانستان هم قرار است که این برنامه را اندازی شود تا بیشتر مردم دسترسی پیدا بکنن به اینکه یک زندگی مسئول داشته باشند و سند ملکیت به دست بیارن؟ ما در مجموع در 8 شهر، شهر کابل، هرات، مزار شریف، بله، نیلی، بامیان، فرا و قندهار، جلال آباد برنامه عملا آغاز شده
و تلاش ما بمی است و در مدتی که برنامه ما آغاز شده از مدت دو سال به این طرف ما تانستیم 577,448 خانه را در 8 شهر البته سروی ثبت بکنیم. تلاش ما بمی است که در مرحله اول تا سال 2020 میلادی ما 1 میلیون خانه را یا 1 میلیون منزل را در ساحات رسمی و غیر رسمی ما سروی ثبت بکنیم و بالاخره در نهایت ما بتانیم بر 500,000 خانه. طبق پلان ما در مرحله اول بر 500,000 خانه در ساحات غیر رسمی شهری ما سند ملکیت را توزیع میکنیم و که از مزایای سند به طور مستقیم 3 میلیون هموطن مستفید خواهد شد. دور دوم از این برنامه بعد از اینکه ما از 8 شهر تکمیل میکنیم، تلاش ما بمی است که باقی شهرهایی که در افغانستان البته هستند ما اونها را هم تحت پوشش برنامه بیاریم تا بالاخره بتوانیم از یک طرف این برنامه را افغانستان شمول بسازیم و از طرف دیگر مزلی که در قسمت ساحات غیر رسمی غیر پلانی در شهرهای کشور وجود داره برای این نقطه پایین بسازیم. بله آقای نصری، کسانی که در ساحات غیر رسمی زندگی میکنن به خدمات شهری دسترسی ندارن. شما هم گفتین که با این یک سند ملکیت اینا به دست میارن اما خدمات شهری برشان عملی میشه. مثلا چقدر مدت در بر میگیره که اینا دسترسی پیدا کنن حداقل به اون نخستین خدماتی که نیاز دارن؟ شما خودتان بهتر میدانین که جلالت ما رئیس جمهوری اسلامی افغانستان یک از تعهداتشان می بود که خانه های که غیر رسمی و غیر پلانی است اینا را با تطبیق برنامه های بهتر به ساحات رسمی و ساحات پلانی تبدیل میکنند. ما گام های نخستین با تطبیق برنامه ثبت ساحات غیر رسمی برداشتیم که دقیقا از یک طرف سروی و ثبت پروسه ها بود و بالاخره توزیع سند ملکیت است و ما تلاش نهایی خود داره من حیث نهاد سکتور شهری که در همانگی با نهادهای دیگر. البته ما پروسه های یا برنامه بهسازی و احیای مجدد به زودترین فرصت ما آغاز بکنیم تا مزل که فعلا در ساحات وجود داره اینا هم برش رسیدگی شد و خدماتی که نیاز است به ساحات و به همشهری های ما بر از اینا فراهم شد. بله خانم نصری، میشه که خیلی کوتاه هم بگوین که میشوی که شما سند ملکیت توزیع میکنین چگونه شناسایی میکنین؟ خیلی کوتاه. ما همکار تکنیکی ما دفتر این هبیتات است که در قسمت سروی و ثبت خانه ها همراه ما همکاری میکنه. بعد از اینکه اینا پروسه سروی را تکمیل کردن تمام جزئیات و معلومات همراه اداره وزارت شهرسازی و اراضی شریک میکنن. بعد از این باز ما یک پروسه دیگه داریم که تشخیص مستحقین است و بالاخره عمو تثبیت خانه هاست، چک و بررسی دقیق تر ما میکنیم. بعد از اون باز میپردازیم به توزیع سند ملکیت. بله. و روند باز تشکر آقای نصری. تشکر آقای نصری از شما. سپاس. تا لحظات دیگر. ایجاد شبه ملی تادیات برقی در کشور. به ادامه برنامه بازار خوش آمدید. وزارت مالیه بخش از درآمدهای ملی را به گونه غیر مستقیم به کمک نهادهای دیگر گردآوری میکند. شهرداری ها از جمله نهادها هستند و از این میان شهرداری کابل میگد که 57 منبع درآمدسا دارد. در این حال اتاق تجارت و صنایع زنان میگد که کارمندان شهرداری ها به گونه خودسرانه و غیر شفاف از دکان ها و کارخانه ها به نام های گوناگون پول گردآوری میکنند. از لوحه های دکان ها تا درآمد های بخش ترافیک و پول های جواز اصناف و قباله ها از منبع های درآمدزای شهرداری کابل هستند که بر بنیاد آمارهای این نهاد در سال مالی 1397 مجموع این درآمدها به بیش از 4.5 میلیارد افغانی رسیده است. شهرداری کابل می گوید که از 57 منبع درآمدزا گردآوری درآمدها در 7 منبع به گونه برقی شدند و در کنار این مبارزه با فساد از علت های افزایش درآمدهای این نهاد در دو سال پسین بوده است. مبارزه بسیار جدی با فساد بود، در صرفه‌جویی در مصارف بود، در قسمت آوردن اصلاحات، در قسمت جمع‌آوری عواید و همچنین افزایش منابع عوایدی. اینا هر یک از این عوامل باعث شده که در مجموع شهرداری کابل بتونه اصلاحات بسیار خوب را در سیستم‌های خود به وجود بیاره. با وجود این شکایت های هنوز هم وجود دارند، به ویژه از سوی زنان سرمایه گذار. شکایت هایی که نشان می دهند ممکن است بخش از درآمد ها که از سوی کارمندان شهرداری ها گردآوری می شوند و خزانه حکومت وارز نشوند. اخطارهایی که داده بشه از خاطر از که یا کارخانه تان بسته می شه یا ای که ما لوحه تان پایین می کنیم و بزی لوحه اجازه نمی تیم شما به این مقدار پول نپردازین، این اما بسیار مبهم است که واضح برشان گفته نمیشه که به چی سایز لوحه چی مقدار باید در بدل از او محصول پرداخته شود.
مجموع درآمدهای حکومت در سال مالی 1397 به بیش از 190 میلیارد افغانی رسیده است. این در حال است که وزارت مالیه گفته است که بیلت‌های همچون فساد و غیرمیاری بودن روندهای گردآوری درآمدها هنوز هم تنها حکومت 35% از درآمدهای ملی را گردآوری می‌تواند. بانک مرکزی افغانستان به هدف توسعه داد و ستودهای برقی شیوه ملی تادیات برقی را در کشور ایجاد کرده است. مثلا این بانک میگن که با بکار افتادن این شیوه تمامی نادهای مالی از این شیوه کار خواهند گرفت. با عملی شدن شیوه تادیاتی که بانک مرکزی روی آن کار میکند، شهروندان کشور با یک حساب بانکی و یک کارت واحد میتوانند از خدمات تمامی بانک ها و نهادهای مالی دیگر بهره مند شوند. بانک مرکزی میگوید که تا ماه حمل تمامی بانک ها به این سیستم پیوند میشوند. هر شهروند افغانستان بتونه از سرویس های مالی در هر گوشه افغانستان استفاده کنه. چی از طریق موبایل منی است، چی از طریق قرض های کوچک است، چی از طریق بانک است. و ما بتوانیم که مردم برشان جذابیت ایجاد بکنیم. بانک مرکزی از سال 2017 روی ایجاد این سیستم کار میکند. بخش پیمنت چون در افغانستان یک نو در حالت رشد است، از او خاطر امکانات فیلی و ای که کامیاب در دیگه جایا اونا ارزیابی شدن، اونا را ما بخش سرشان ریسرچ میکنیم. این در حالی است که بر بنیاد آمارهای اتحادیه بانک ها تنها 12% از جمعیت کشور از خدمات بانکی استفاده می کنند و از این میان شمار اندکشان از کارت های بانکی کار می گیرند. نیشنل سویچ ما فعال شد و همه با نیشنل سویچ وصل شد از طریق ای پی اس. دیگه ما می توانیم از ایتیم یک بانک به دیگه ایتیم هم ما چی کنیم، یعنی مشکلی نمی باشه. بانک مرکزی می افزاید که به زودی این سیستم با سیستم های پولی هند، پاکستان و عربستان سعودی نیز پیوند داده خواهد شد و شهروندان کشور خواهند توانست که برای پرداخت هزینه های همچو حج، درمان و داد و ستد بازرگانی از این سیستم کار گیرند. برای بحث بیشتر آقای مصطفی کاکر، رئیس اجرایی سیستم تادیات الکترونیکی اینجا در استودیو با ما هستند. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. تشکر، با سلام خدمت شما و بینندگان محترم طول نیوز و برنامه. ممنون. ممنون. آقای کاکر، میشه که جزئیات بیشتر در مورد همین برنامه یا شیوه ملی تادیات برقی اش ما داشته باشیم که بر بنیاد ازی خلاص چی کارهای صورت بگیره، چگونه سهولت بر شهروندان کشور ایجاد میشه تا اینا بیشتر بتونن از خدمات بانک استفاده بکنن؟ بله، در شرایط فعلی هم گفتم که در جریان هستین، یک سری مشکلات در سیستم مالی افغانستان هست. از لحاظ اکثر معاملاتی که در افغانستان انجام میشه معاملات نقدی است در مرحله اول. در مرحله دوم متاسفانه سطح دسترسی به خدمات مالی هم گفتم که پیشترم همکار محترم ما امیری صاحب از ABA رو مطرح کردن پایین تر از 15% است، یعنی سطح دسترسی به خدمات مالی. از جانب دیگه اگه نگاه بکنیم، مشکل دیگه ای که هست ای است که اکثر خدمات مالی که انجام میشه به صورت در قسمت پرداخت خدمات عامه باید از طریق فیزیکی باشه، یعنی شما باید حتما به یک بانک مراجعه کنید که بتونید این سرویس و این خدمات داشته باشید. با توجه به این مسائل بانک مرکزی این ابتکار عمل در دست گرفت که سویچ ملی افغانستان در بخش پرداخت تادیات ایجاد کنه که با توجه به استفاده از سویچ ملی در مرحله اول سویچ ملی این هدف داره که کل سکتور مالی رو همراه هم یک گام همگام بسازه. ما تمامی بانک ها رو به هم اتصال میدیم، به این معنی که شما اگر از یک بانک کارت ATM دارید بتونید در بانک دیگه با یک مصرف بسیار پایان بتونید از سرویس های ATM یا سرویس های POS از استفاده کنید. در مرحله دوم کل خدمات مالی رو از طریق شرکت های پرداخت از طریق موبایل یا موبایل منی همراه هم همگام میسازیم و یک پارچه میسازیم که اگر شما از طریق ام حواله، ام پیسه یا مایمنی بتوانید از یک شرکت مقابل از او سرویس ارائه کنید و سرویس بگیرید و ما در کنار از این شرکت های ماکرو فایننس میاریم و ایارو همگام با هم اتصال میدیم به کل مارکت، به این مفهوم که کل مارکت موبایل منی، بانک ها و ماکرو فایننس همراه هم همگام میشه. این در یک مرحله است. در مرحله دوم ما با ایجاد کارت افه یا کارت دومستیک
کارت افپی یک کارت داخلی افغانستان است. اگه کشورهای همسایه ما رو شما ببینید، ما در پاکستان کارت داخلی داریم، در هند، کارت داخلی هست. حتی بعد از تحریمایی که علیه روسیه شد، کارت داخلی روسیه ایجاد شد. کارت داخلی برای کشورهای گالف یا خلیج فارس هست که او رو در نظر بگیریم. با این مسائل ما کارت داخلی افپی ایجاد کردیم. از طریق کارت داخلی افپی ما می‌خوایم که به شهروندای افغانستان در هر گوشه ای از افغانستان که هست سرویس ها و خدمات بانکی رو ارائه کنیم. بله خوی کوکر، با این برنامه هایی که شما میخواین عملی بسازین با همین شیوه برقی، چقدر امیدوار هستین که درسازی مردم بیاین از خدمات بانکی اینا استفاده بکنن؟ در حال حاضر یک تعداد اندک از مردم اینا اعتماد میکنن بالا بانک ها و از این خدمات کار میگیرن در حال حاضر. یکی اعتماد در قسمت بانکداری هست و بانکینگ هست، یکی استفاده و سهولت در دسترسی است. اگر شما اکثر کشورهای دنیا رو ببینید به شمول کشورهای پیشرفته مثل فرانسه، یکی از مشکلاتی که باعث شد مردم رجوع کنند به بانک ای بود که مسائل امنیتی بود. مسائل امنیتی در قسمت جابجایی پول بسیار یک مسئله حاد است برای اکثر مردم. و مسئله دوم برای تجار ما، ارتباط بین خریدار و فراهم کننده سرویس باید هر چه سهل‌تر و راحت‌تر در قسمت ارائه خدمات پولی باشه که ما او رو در نظر داریم که مثلا از طریق ای کامرس ما بتونیم که سرویس‌های ای کامرس داشته باشیم و شما بتونید در هر قسمتی با تب در هر موقعیت مکانی و زمانی شما بتونید که خدمات مالی خود داشته باشین و بتونید از او استفاده کنید. بله خواهی کوکر، میشه که اشاره بکنین به این که این سهولت ها قرار است که ارائه شود و اما هنگ شود تمام سیستم مالی افغانستان؟ آیا شرکت ها و بانک ها آماده هستند که این سیستم هایشان را اما هنگ بکنن با بانک مرکزی با دیگر بانک ها تا این سهولت ها بر مردم فراهم شود؟ بله، بانک مرکزی در قسمت APS با شرایط ایجاد کرده است که عملا ما هیچ منافع مالی در قسمت نداریم. ما کل سرویس هایی که داریم تقریبا به صورت مجانی به بازار میدیم و عملا ما فقط تنها فراهم کننده از این سرویس ها با یک اینوستمنت بسیار کلان در بخش خدمات الکترونیکی برای کل مارکت افغانستان، کل مارکت مالی افغانستان هستیم. که از طرف دیگه باز مسائل دیگه ای هم که هستی است که بانک مرکزی عملا موظف میسازه کل ارگان های مالی افغانستانه و کل مؤسسات مالی افغانستانه که فقط ارتباط مشترکشان باید از طریق APS باشه. با در نظر داشته این دو مسئله که ما تمام خدمات ما به صورت مجانی هست و کل مارکت مالی افغانستان موظف است از APS استفاده کنه برای عملیات مشترک، چیزی هست که ما فکر میکنم خیلی راحت‌تر. اگر شما برنامه های آگاهی دهی هم دارین به مردم تا اینا بیشتر از این سهولت هایی که برشان قرار است که فراهم شود اینا آگاه شوند و بیشتر علاقمند شوند که بیان از خدمات بانکی استفاده بکنن؟ بله، در قسمت برنامه آگاهی دهی ما دو سطح برنامه آگاهی دهی داریم. یک سطح برنامه آگاهی دهی در قسمت خود سکتور مالی افغانستان داریم که ما یک برنامه‌ای که امسال تحت کار گرفتیم ارتباط بیشتر با پوانتون‌های افغانستان است که ما 18 نفر در نظر گرفتیم که از استادای پوانتون چی در بخش خصوصی چی در بخش دولتی یار ترین بکنیم که یا بتونن دانشجوها رو در قسمت ای پیمنت آشنا بکنن و بتونیم برنامه‌های مشخص. ما به یک برنامه مشخصی هم روی AIBF که او هم یک بخش دیگه از افغانستان بانک است در قسمت ارائه ترینینگ ها برای سکتور مالی یک برنامه مشخصی از طریق ازوا و کمک مالی ورلد بانک داریم که بتانیم مارکت مالی افغانستان رشد بدیم و در کنار از او یک برنامه آگاهی دهی عامه در قسمت کلن سرویس های خدمات مالی برای کل شهروندهای ما داریم که ما یک دیپارتمنت مشخص در بانک مرکزی برای توسعه خدمات مالی داریم. او کار خود شروع کردن، فعلا همراه یک کتابچه شروع کردن. در مرحله بعدی ما بحث‌های بسیار کلانتر در قسمت آگاهی دهی عامه در قسمت خود سکتور بانکی و پرداخت تادیات الکترونیکی خواهد داشتیم. بله خواهی کاکر، شما که بیشتر در بازار هستین، در بخش برقی شما کار میکنین، خدمات که باید در بخش بانکداری به مردم ارائه شود، علاقمندی مردم به خدمات بانکی با این تمام این سهولت هایی که قرار است فراهم شود چگونه میبینین؟ علاقمندی مردم الحمدلله بسیار خوب بوده است. ما با سهولت در فراهم سازی سرویس، مثلا
در قسمت پاسپورت، در قسمت تکس و مالیه و خدمات عامه‌ای که فراهم میشه، اگر یک شخصی بدون در نظر داشت موقعیت زمانی و مکانی بتونه از این سرویس ها استفاده کنه، دیگه هیچ ضرورتی به این نیست که بره در لین های بسیار طویل المدت استاد بشه. مردم علاقمند از این هستن که از این سرویس استفاده کنن، ولی نحوه ایجاد از این سرویس در مرحله اول که با سهولت از لحاظ تکنولوژی باشه که هر قشر جامعه افغانستان بتونه از این سرویس استفاده کنه، و در مرحله دوم حقوق مشترکین است. برای افغانستان بانک حقوق مشترکین بسیار مهم است. تشکر. که ما یک مقرره مشخص در این بخش ایجاد کردیم. تشکر آقای کاکر، سپاس از اینکه به برنامه حضور یافتین. خیلی سپاس از شما. تشکر دکتر. تا لحظات دیگر. تلاش برای جلب سرمایه گذاری کنسرسیوم هندی. شما بینده برنامه بازار هستید. وزارت معدن و پترولیم از تلاش ها برای جلب سرمایه گذاری کنسرسیوم هندی در روند استخراج معدن آهن آجیکا خبر می دهد. سخنگوی این وزارت می گوید که قرار است سرپرست وزارت معدن و پترولیم با مسئولان این شرکت در حاشیه نشست جهانی نفت و گاز که در هند برگزار شده است گفتگو کنند. در این حال اتاق معدن و صنایع می گوید که در صورت فراهم نشدن زمینه ها برای استخراج معدن، کارخانه های ذوب آهن کشور ممکن است در سال آینده و شکست شوند. پس از گفتگوها با کنسرسیوم کانادایی در نشست در کانادا، اکنون نشست جهانی هند فرصت را فراهم ساخته است تا وزارت معادن دوباره پای کنسرسیوم هندی را به افغانستان بکشاند. سخنگوی وزارت معادن میگوید که اصلاحات گسترده حقوقی و قانونی در بخش معادن در کشور به میان آمدند و زمینه ها بهتر از گذشته فراهم هستند تا این کنسرسیوم هندی به سرمایه گذاری در معدن آجیگک آماده شود. هدف مداد چی؟ بی سی او دی بلاک چی د هندستان یو کمپنی یا کنسرشوم گټون کې او له دوی سره خبري وکړو ترڅو په افغانستان کې دوی راشي او هغه برخه کې چې دوی حاضر شي چې سرمایه گذاری وکړي. وزارت معادن یکی از تغییرات را کاورده است این است که کافی است کنسرسیوم هندی در گام نخست به همان اندازه سرمایه گذاری کند که نیازمندی کارخانه های ذوب آهن کشور را فراهم سازد. افغانستان تنها در معدن آجیگک بر بنیاد اطلاعات وزارت معادن به گونه تخمینی 2 میلیارد تن آهن دارد. کارخانه های ذوب آهن که یکی از بخش های پیشراز صنایع کشور هستند، در حال حاضر از مواد خام وارداتی و آهن های داغمه استفاده می کنند. اگر معادن داده نشود و یا هم فابریکایی که وعده شده که میان افغانستان سرمایه گذاری میکنن و گونه نسبی قطعات ابتدایی را پروسس میکنن و مواد خام تهیه میکنن، نیمه خام تهیه میکنن که ما فعلا وارد میکنیم، اگر این کار نشود فکر میکنم امی 98 که ما زیاد بتانیم امی تمام قطعات آهنی تنظیم شود که برای ذوب داده شود از تمام ادارات دولتی و غیر دولتی، فکر میکنم بعد از 98 شاید ما دیگه مواد خام نداشته باشیم. کنسرسیوم هندی در سال 1389 داوطلب برتر در پروژه استخراج بخش های دوم، سوم و چهارم معدن آهن آجیگک شناخته شد و متعهد شد که در این معدن بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند. اما آنچه که مشکلات حقوقی در پیمان ها، تغییر وضع بازار جهانی، هزینه های گزاف حمل و نقل به علت نبود راه های مناسب به این معدن، مشکلات انرژی و ناامنی ها گفته می شوند، باعث شدند که این پروژه تا امروز بی سرنوشت بماند. بیشتر روی این موضوع گفتگو می کنیم با آقای رحیم الله سمندر، رئیس هیئت عامل اتاق صنایع و معدن. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام به شما و بیننده محترم شما. ممنون. خواهی سمندر، آنچنان که وزارت معدن و پترولیم میگه که اینا تلاش دارن که کنسرسیوم هندی را آماده به سازن القمندی زیرا دوباره جلب کنن که اینا بیان در بخش آهن آجیگک در افغانستان سرمایه گذاری داشته باشن. با این حال اگر سرمایه گذاری ها در بخش معدن آهن صورت نگیره و استخراج نشه، وضعیت کارخانه های ذوب آهن افغانستان چی خواهد شد؟ برای شما معلوم است کارخانه های ذوب آهن افغانستان در حالت رشد است و خوشبختانه ما یک سال به این طرف پیشرفتایی داشتیم، اما اگر در آینده ما نتانیم مواد خام برای فابریکات پیدا بکنیم یا هم وارد کردن مواد خام از کشورهای همسایه، از کشورهای منطقه دشوارتر شود، یا هم تعرفه صادراتی کشورها روی مواد خام که به افغانستان میه بالاتر بره،
واقعا کارخانه های ما به مشکل روبرو میشه. منتها ما برای حل این مشکل یا هم برای در آینده با این مشکل روبرو نشیم، برای ازی ما سر راهکارهای کار میکنیم در سکتور و در اتحادیه و همچنان در اتاق و پیشنهاداتی داشتیم خدمت دولت افغانستان. از جمله پیشنهاداتی بود که باید تا ختم 98 دولت افغانستان برای سکتور ذوب آهن معادن در اختیار بده. در غیر از او تمام مواد خام که فعلا به شکل داغمجات در افغانستان وجود داره، ای تا ختم این سال خلاص میشه یا که زیاد دوام کنه تا نیمه سال 99، بیشتر از این دوام نمیکنه. دولت باید راه دیگی را پیدا بکنه. یکی از راهایی بود که اگر سرمایه گذاری شود در بخش استخراج معادن آهن و ای آهن در داخل افغانستان ذوب نیمه شود یا اقل نیمه پروسس شود تا آماده ازی شود که در فابریکات ذوب افغانستان استفاده شود. یکم اینمی امیدواری که بود که بر سرمایه گذاری های هندی است که اگر این سرمایه گذاری شود در آجیگک و قسمتی از آهن ازی در ذوب فابریکات ذوب آهن افغانستان استفاده شود، یک رایی بود. یک رایی است که ما مثل که فعلا از کشورهای خارج وارد میکنیم و همه ساله قیمت مواد خام ارزان میشه از کشورهای همسایه ما، صادراتش به افغانستان و قیمت مواد خامش بالاتر میره، یعنی حتی مواد خامشان ارزان تر میتن تا بتونن با تولیدات داخلی افغانستان رقابت بکنن و فایده کنن، که این خطرناک است اگر این رقم دوام بکنه. بله خواهی سمندر، آیا بخش خصوصی افغانستان یا کارخانه هایی که در بخش ذوب آهن اینا کار میکنن آمادگی دارند و توانش دارند که سرمایه گذاری روی معدن آهن در افغانستان داشته باشند؟ ما تقریبا از 3-4 ماه به این طرف یک بحثی را آغاز کردیم با دولت و خوشبختانه رئیس جمهوری را حمایت کردن. جناب قیمی صاحب وزیر مالی افغانستان فعلا در این بحث دخیل است و در پرنسیپی قبول شده که یک کنسورشم ساخته شود از تمام فابریکات ذوب افغانستان. این کنسورشم متحدانه به صورت جمعی سرمایه گذاری کنه در یکی از معادن ذوب افغانستان، در یکی از معادن آهن افغانستان. دیگه بعد از اینکه این سرمایه گذاری میشه به شکل دستجمعی میتونن یا آهن استخراج بکنن و در فابریکات استفاده بکنن. این تقریبا یک 20% این فکر و اینمی پروسه آغاز شده. فعلا ما داخل اتاق و داخل اتحادیه ذوب آهن افغانستان سر از این کار میکنیم که چگونه کنسورشیم هر چی زودتر ساخته شوه و عملا دوستایی که علاقمند هستن که دی کنسورشیم و اعضای کنسورشیم وارد مذاکره شون با دولت و که در کدام معادن میتن د اختیار یا در کدام قسمت افغانستان و چقدر از نگاه ترانسپورت، از نگاه ظرفیت معدن چقدر آسان است، از نگاه امنیت و مسائل متعدد دیگه که مطرح است که چگونه میتونه رسیدگی کنه در قسمت های که ما ذوب آهن بیشتر داریم که کابل است، آیا این معدن نزدیک با کابل است یا دورتر از کابل است، که این تشویش هندی ها هم دارن در مسئله آجیگک. سر این مسئله فعلا بحث جریان داره و امیدوار هستم که ای تا اواسط سال روان ای به یک نتیجه برسه. در غیر از او اگر ای دوام پیدا کنه و در 98 ما نتانیم یک رای بدیلی برای مواد خام فابریکات ذوب آهن افغانستان پیدا بکنیم، واقعا به مشکل روبرو میشه این سکتور. بله خود سمندر، اگر شرکت هندی یا کنسرسیوم هندی نو آماده شوند که روی آهن آجیگک سرمایه گذاری داشته باشند، میتونن چقدر به سود کارخانه های ذوب افغانستان باشه؟ یک امیدواری که وجود داره است که اگر هندی ها سرمایه گذاری کنند در آجیگک و مشکلی که اوها روبرو هستن است که ترانسپورتیشن بسیار بالا، نمیتونن یا آهن استخراج شده را به یک جای دورتر ببرن و اونجا پروسس بکنن. وعده یکی از وعده هایشان است که در داخل افغانستان ایرا نیمه به شکل نیمه پروسس تبدیل میکنن و نیمه پروسسش به درد ما میخوره، یعنی به درد فابریکات داخلی افغانستان استفاده میشه. از او خاطر است که این سرمایه گذاری یک نتیجه خوب میده، به خاطر از اینکه سرمایه فابریکات داخلی افغانستان میتونه ایرا وارد فابریکات بکنه در داخل کابل و در ولایت دیگه افغانستان، که میتونه مازیمی بلیتی که ساخته میشه یا شکل خشت آهنی که ساخته میشه از این ما داخل افغانستان استفاده بکنیم. یعنی نیاز نیست که ترانسپورتیشن بالا را هندی ها متحمل شون و این آهن از افغانستان به یک جای دیگر یا به کشور دیگه صادر کنن یا هم اقلا به هند ببرن یا به کشور دیگه بفروشن. در داخل افغانستان مورد استفاده است و ما نیاز داریم. افغانستان همه روزه اگر تمام خطوط فابریکا
مرکبات ما فعال باشه و تمام خطوط تولید بکنه. افغانستان همه روزه تقریبا 2,500 الا 3,000 تن نیاز داره که همه روزه باید آهن داشته باشه، که این بدون این رقم معادن و بدون یک راهکار نمیشه به این ضرورت. آخه سمندر در حال حاضر مواد خام این کارخانه های ذوب آهن آهنارات داغمه میسازه، اینا بیشتر از این داخل اینا به دست میارن و پیش از این قرارداد وجود داشت که دولت این داغمجات در اختیار کارخانه ها قرار میداد. تمام البته تمام نیازمندی ما از داغمجات پوره نمیشه، به خاطر اینکه شما معلوم است که داغمی افغانستان اونقدر زیاد نیست که بتونه تمام نیازمندی داخلی را پوره بکنه، و در پهلوی ازی مسئله قرارداد و مسئله فروش و مسائل تدارکاتی و یک قسمت پروسه هایی که باید طی شود در بخش خرید از این مواد، ما تشکر میکنم از دولت افغانستان که واقعا این لطف کردن تمام آهن کهنه که در افغانستان وجود داشت در گذشته با پاکستان یا با کشورهای دیگه همسایه میرفت فروخته میشد، اینا خارج از افغانستان نمیره و گمرک ایره مانع شده، اتاق ما مانع شده، در داخل افغانستان استفاده میشه با قیمت پایینتر به در اختیار فابریکا داده میشه. منتها بر علاوه نیازمندی، چون نیازمندی ما زیاد است 2,500 تا 3,000 تقریبا روزانه، ما از تعرفه ترجیحی دولت استفاده میکنیم، یک تعرفه‌ای که داده شده که ما بتانیم مواد خام خود با 2.5% معافیت یا 1% معافیت از بیرون وارد میکنیم. ما فعلا از ایران، از آسیای میانه، از کشورهای دیگه با هزینه های خیلی بلند، با هزینه ها البته همین تعرفه ترجیحی که داده شده، تعرفه ترجیحی به معنی که اگر شما مثلا آهن از بیرون با قیمت های بالاتر وارد میکردین، برای فابریکا دار همین خشتای آهنی برای 2.5% تعرفه یا به 1% تعرفه. این اگر داخل باشه همین 2.5% و 1% هم کارخانه داران مجبور نیستن. واقعا اگر گفتی شما متایید میکنه فرموده شما اگر داخلی آهن تولید شوه، همین خشتای آهنی که نیاز است که ما از ایران میاریم یا از ازبکستان یا از کشور دیگه، اگر داخل افغانستان تولید شوه، حتی ما نیاز نداریم که 2.5% محصول دیگر هم بتیم، زینی هم خلاص میشه، فابریکا دار فایده بیشتر میکنه و میتونه در بازار با قیمت ارزانتر رقابت بکنه با تولیدات خارجی که به افغانستان میه که تعرفیش خیلی پایین است، یعنی تعرفی صادراتی از وا و وارداتی ما یعنی برای ما فعلا فایده نمیکنه و رقابت کرده نمیتونیم. مثلا یک تون آهنی که پخته است از ایران میاد 300 است، حتی بعضی موارد مواد خامش 3.5 دلار است، که و شما ببینید مواد پخته خود ارزانتر میتن تا بتونن مارکت یا بازار افغانستان بگیرن، که این در اون صورتی که اگر ما هیچ گونه محصول نتیم یا تعرفه نتیم، مواد خام داخل افغانستان پیدا شوه، از امی تولیدات داخلی، از امی فابریکات نیمه ذوب که سرمایه گذاری میکنن چی هندی یا خارجی دیگه، در اون صورت ما سیخی گلی که تولید میشه، قطعات آهنی که تولید میشه، او ارزانتر تمام میشه و میتونه با واردات خارجی رقابت بکنه. بله، خواستمندر اگر در آخر اشاره بکنیم روی ازی که حکومت افغانستان اراده ای داره که معادن آهن، البته معادن کوچک هم اگر در اختیار کارخانه داران قرار بتن بکن سرسیوم که قرار است ایجاد شود، که اینا سرمایه گذاری داشته باشن و بتونن که از او استفاده بکنن برای کارخانه جات خود. در پرنسیپ قبلا خدمت شما عرض کردم، در پرنسیپ قبول کردن، یک بحث آغاز کردن، اما نیاز داره که کارای عملی شوه، عملا سرزی فکر شوه که کدام معدن در اختیار ازی داده میشه، عملا در ساخت کنسورشیم اقدام شوه. یکی از مشکلاتی که کنسورشیم داره ایست که این کنسورشیم به چه رقم ثبت شوه. برای شما معلوم است وقتی که شما یک شرکت ثبت میکنین، یک شرکت 3-4-9 یا 2-3 طریقه ثبت میشه، آیا یک وقتی که چندین شرکت یک جای میشه، کنسورشیم چی گونه ثبت شوه، چی گونه نام، چی حقوقی داشته باشه، یعنی مشکلات باید حل شوه، از این مسائل، از این قبیل مسائل باید حل شوه و عملا به اقدام عملی برن. تشکر از اینکه به من موضوع رفتین، خیلی سپاس از شما. تا لحظات دیگر. شکایت متقاعدین از بی‌برنامگی ها در پرداخت حقوقشان. ادامه برنامه بازار خوش آمدید. شما را از متقاعدین از بی‌برنامگی ها در پرداخت حقوقشان شکایت دارند. آنان میگن که تاخیر در پرداخت های حقوقشان آنان را به مشکلات زیاده روبرو ساخته است. در این حال مثلا وزارت کار و امور اجتماعی میگن که به گونه منظم به تمامی متقاعدینی که بایومتریک شدن پول پرداخت می شود. شماری از متقاعدین از افزایش مشکلاتشان در بخش دریافت حقوقشان شکایت دارند.
آنان میگویند که نبود پول در حساب‌های خزینه تقاعد در موارد باعث شده است که پرداخت حقوق آنان با تأخیر چند ماه روبرو شود. مردم هم زیاده، توقع مردم هم اینه که بلکه زودتر کار مجرا شود. من تو به سیستم نوبت هر کس اجرا میشه، من تو یک اندازه مشکلات های هسته. پیسه میگه به بانک نیست. وزارت مالی اوائد نمیته امر. امر نمیته که بریم اوال کنه به بانک ما پیسه ما رو بیده. بر بنیاد آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی، در حال حاضر در حدود 154,000 متقاعد در افغانستان به صدر رسیده است که از این میان در حدود 130,000 تن آنان بایومتریک شدند. مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی میگویند که بودجه کافی برای پرداخت حقوق متقاعدین دارند. امیدوار به اسم هر متقاعد محترم ما که خود ثبت متقاعدین کردن میتونن زودتر خود بایومتریک بکنن تا زمانی که اگر کسی که بایومتریک نشده باشن به هیچ وجه حکومت افغانستان نمیتونه بر از اونها پول پرداخت بکنه. منابع میگویند که قرار است خزینه تقاعد با وزارت مالیه مدغم شود. در حالی که پول حقوق متقاعدین در بودجه وزارت کار و امور اجتماعی تصویب شده است، روشن است که با ادغام خزینه تقاعد با وزارت مالیه مشکلات در این بخش بیشتر خواهد شد یا کمتر. وزارت مالیه بخش از درآمدهای ملی را به گونه غیر مستقیم به کمک نهادهای دیگر گردآوری می کنند. شهرداری ها از جمله این نهادها هستند و از این میان شهرداری کابل می گوید که 57 منبع درآمدها دارد. در این حال اتاق تجارت و صنایع زنان می گوید که کارمندان شهرداری ها به گونه خودسرانه و غیر شفاف از دکان ها و کارخانه ها به نام های گوناگون پول گردآوری می کنند. از لوحه های دکان ها تا درآمد های بخش ترافیک و پول های جواز اصناف و قباله ها از منبع های درآمدزای شهرداری کابل هستند که بر بنیاد آمارهای این نهاد در سال مالی 1397 مجموع این درآمد ها به بیش از 4.5 میلیارد افغانی رسیده است. شهرداری کابل می گوید که از 57 منبع درآمدزا گردآوری درآمدها در 7 منبع به گونه برقی شدند و در کنار این مبارزه با فساد از علت های افزایش درآمد های این نهاد در دو سال پسین بوده است. مبارزه بسیار جدی با فساد بود، در صرف جویی در مصارف بود، در قسمت آوردن اصلاحات، در قسمت جمع‌آوری عواید و همچنین افزایش منابع عوایدی. اینا هر یک از این عوامل باعث شده که در مجموع شهرداری کابل بتونه اصلاحات بسیار خوب را در سیستم های خود به وجود بیاره. با وجود این شکایت های هنوز هم وجود دارند، به ویژه از سوی زنان سرمایه گذار. شکایت هایی که نشان می دهند ممکن است بخش از درآمدها که از سوی کارمندان شهرداری ها گردآوری می شوند و خزانه حکومت وارز نشوند. اخطارهایی که داده بشه از خاطر اینکه یا کارخانه بسته می شه یا ای که ما لوحه تان پایین می کنیم و بزی لوحه را اجازه نمی دهیم شما به این مقدار پول نپردازین، این اما بسیار مبهم است که واضح برشان گفته نمیشه که به چی سایز لوحه چی مقدار باید در بدل از او محصول پرداخته شود. مجموع درآمدهای حکومت در سال مالی 1397 به بیش از 190 میلیارد افغانی رسیده است. این در حال است که وزارت مالیه گفته است که به علتهای همچون فساد و غیر معیاری بودن روندهای گردآوری درآمدها هنوز هم تنها حکومت 35% از درآمدهای ملی را گردآوری میتواند. حکومت ونزوئلا برای باشندگان بخش های مرزی این کشور با کولومبیا کمک های خوراکی و نقدی توزیع کرد. این کمک ها در حال این مردمان توزیع می شوند که کمک های ایالات متحده در مرز کولومبیا و ونزوئلا متوقف ماندند و ارتش ونزوئلا اجازه ورود آنها را نمی دهد. باشندگان این بخش ها از این کمک ها خرسند هستند، اما میگن که در شفاخانه ها نیز به دارو نیاز دارند. ونزوئلا با یک بحران اقتصادی روبروست که حکومت این کشور آن را نتیجه تحریم های ایالات متحده می داند. این بحران بعد تنش‌های سیاسی میان نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و مخالفان او دامن زده است.
دور دوم توزیع سندهای ملکیت برای ساحات غیر رسمی شهری از سوی وزارت شهرسازی و آرایشی در شهر هرات آغاز شده است. قرار است که در این دور بیش از 200 سند توزیع شود. مثلا وزارت شهرسازی و آرایشی میگن که تاکنون برای بیش از 500 هزار خانه در هر شهر کشور سندهای ملکیت توزیع کردن. این روند در تمامی شهرهای کشور عملی خواهد شد. مقامهای محلی در هرات میگن که توزیع سندهای ملکیت برای ساحات غیر رسمی شهری و توزیع شهری و میریشتن زندگی شهری کمک میکند. وزارت شهرسازی و اراضی کشور دومین دور توزیع سند ملکیت ساحات غیر رسمی شهری را در شهر هرات آغاز کرده است. در این دور برای 200 خانه در شهر هرات سند ملکیت داده می شود. در کنار توزیع سند به ملکیت های غیر رسمی، وزارت شهرسازی و اراضی تصمیم دارد تا مکان های تفریحی و ورزشی را هم در شهر هرات بسازد. ما می خواهیم یک اساس حقوقی برشان جور بکنیم، یک نوع مسئولیت برای مردم افغانستان جور کنیم. این کاملا یک پروژه تاریخی است و تنها ما تا از شهر شروع کنیم که ایراد یکش است و انشالله که ما ایرا به کل شهرهای افغانستان مو خانه که در داخل ماست پلان جور شده به سرنوشت است سرنوشتان تعیین میکنیم. توزیع سند ملکیت به خانه ها در شهر هرات در کنار مسئولیت این خانه ها در انکشاف شهری و معیاری شدن زندگی شهرنشینی هم مهم پنداشته می شود. بالا کردن و اسناد دادن سرزی کار کردن و فعلا امو دو اداره با هم یک جای شده و من مطمئن استم با توزیع قباله ها نظم شهری و احساس ملکیت مردم جاتر میشه. شماری از باشندگان هرات که سند ملکیت از سوی حکومت دریافت کردند میگویند که با به دست آوردن این سندها بر زمین هایشان احساس مالکیت میکنند. با گفته آنان پیش از این سندهای عرفی در اختیار داشتند و با مشکلات جدی روبرو بودند. قبلا برای اسناد که جایی میرفتین فرض مثالی از آدم پرسان میشد که تو اسناد داری، قباله شرعی داری، نداری، آیا این ملک میراثی است، آیا این ملک دولتی است، این رایشی است، این رسمی است یا غیر رسمی. ولی وقتی که با این اسناد دست داشته ما به هر اداره که ما مراجعه کنیم انشالله به کدام مشکلی نمیخوریم. نشاندنده قانونمند شدن افغانستان نشان میده، قانونمند شدن دولت ما و این باعث خوشحالی ماست. خب سند از سند ملکیت سند رسمیه و این واقعا جای افتخاره برای ما. در آغاز سال روان نیز بیش از 800 سند ملکیت به خانه هایی که در ساحات غیر رسمی شهر هرات موقعیت دارند از سوی رئیس جمهور توزیع شد. وزارت شهرسازی و اراضی در 8 شهر کشور برای بیش از 500 هزار خانه سند ملکیت توزیع کرده است. این وزارت تصمیم دارد تا این برنامه را در تمام شهرهای کشور عملی سازد. توزیع سند ملکیت به خانه های شهری در زمینه جلوگیری از غصب و مسئول شدن خانه ها کمک می کند. بانک مرکزی افغانستان به هدف توسعه ستودهای برقی شیوه ملی تادیات برقی را در کشور ایجاد کرده است. مثلا این بانک میگن که با به کار افتادن این شیوه تمامی نهادهای مالی از زمین شیوه کار خواهند گرفت و نیز شهروندان کشور خواهند توانست که با داشتن یک کارت واحد بانکی از خدمات بانکی بهره مند شوند و بتوانند مالیات و دیگر مکلفیت های پولیشان را بپردازند. در این حال اتحادیه بانک ها عملی شدن این شیوه را در توسعه بانکداری در کشور مهم میگوید. با عملی شدن شیوه تادیاتی که بانک مرکزی روی آن کار میکند، شهروندان کشور با یک حساب بانکی و یک کارت واحد میتوانند از خدمات تمامی بانک ها و نهادهای مالی دیگر بهره مند شوند. بانک مرکزی میگوید که تا ماه حمل تمامی بانک ها به این سیستم پیوند میشوند. هر شهروند افغانستان بتونه از سرویس های مالی در هر گوشه افغانستان استفاده کنه. چی از طریق موبایل منی است، چی از طریق قرض های کوچک است، چی از طریق بانک است. و ما بتوانیم که مردم برشان جذابیت ایجاد بکنیم. بانک مرکزی از سال 2017 روی ایجاد این سیستم کار میکند. بخش پیمنت چون در افغانستان یک نو در حالت رشد است، از اون خاطر امکانات فیلی و ای که کامیاب در دیگه جایا اونا ارزیابی شدن، اونا را ما بخش سرشان ریسرچ میکنیم. این در حالی است که بر بنیاد آمارهای اتحادیه بانک ها تنها 12% از جمعیت کشور از خدمات بانکی استفاده می کنند و از این میان شمار اندکشان از کارت های بانکی کار می گیرند. نیشنل سویچ ما فعال شد و همه با نیشنل سویچ وصل شد از طریق ای پی اس. دیگه ما می توانیم از ای تیم یک بانک به دیگه ای تیم هم
ما چی کنیم، یعنی مشکلی نمی باشه. بانک مرکزی می افزاید که به زودی این سیستم با سیستم های پولی هند، پاکستان و عربستان سعودی نیز پیوند داده خواهد شد و شهروندان کشور خواهند توانست که برای پرداخت هزینه های همچو حج، درمان و داد و ستد بازرگانی از این سیستم کار گیرند. وزارت معدن و پترولیم از تلاش ها برای جلب سرمایه گذاری کنسرسیوم هندی در روند استخراج معدن آهن آجیگک خبر می دهد. سخنگوی این وزارت می گوید که قرار سرپرست وزارت معدن و پترولیم با مسئولین شرکت در حاشیه نشست جهانی نفت و گاز که در هند برگزار شده است گفتگو کنند. در این حال اتاق معدن و صنایع می گوید که در صورت فراهم نشدن زمینه ها برای استخراج معدن، کارخانه های ذوب آهن کشور ممکن است در سالهای آینده ورشکست شوند. شماره از متقاعدین از بی‌برنامگی ها در بخش پرداخت حقوقشان شکایت دارند. آنان میگویند که تاخیر در پرداخت های حقوقشان آنان را با مشکلات زیادی روبرو ساخته است. در این حال مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی میگویند که به گونه منظم به تمامی متقاعدین که بایومتریک شدن پول پرداخت میشود. وزارت مالیه بخش از درآمدهای ملی را به گونه غیر مستقیم به کمک نهادهای دیگر گردآوری می کند. شهرداری ها از جمله این نهادها هستند و از این میان شهرداری کابل می گوید که 57 منبع درآمدزا دارد. در این حال اتاق تجارت و صنایع زنان می گوید که کارمندان شهرداری ها به گونه خودسرانه و غیر شفاف از دکان ها و کارخانه ها به نام های گوناگون پول گردآوری می کنند. حکومت ونزوئلا برای باشندگان بخش های مرزی این کشور با کولومبیا کمک های خوراکی و نقدی توزیع کرد. این کمک ها در حال به این مردمان توزیع می شوند که کمک های ایالات متحده در مرز کولومبیا و ونزوئلا متوقف ماندند و ارتش ونزوئلا اجازه ورود آنها را نمی دهد. باشندگان این بخش ها از این کمک ها خرسند هستند، اما میگن که در شفاخانه ها نیز به دارو نیاز دارند. ونزوئلا با یک بحران اقتصادی روبروست که حکومت این کشور آن را نتیجه تحریم های ایالات متحده می داند. این بحران به تنش‌های سیاسی میان نیکلاس مادورو رئیس جمهور و ونزوئلا و مخالفان را دامن زده است. سپاس که تا این دم بینده بازار بودید. فقط شما بخیر، خدا نگهدار.